داستان انوشیروان داگر و پیرزن وقتی کارگزاران انوشیروان ساسانی در حال بنا کردن کاخ کسرا بودند به او اطلاع دادند که برای پیشبرد کار ناچارند برخی از خانه هایی که در نقشه بارگاه ساسانی قرار گرفتند را نیز به قیمتی مناسب خریداری سپس ویران کنند تا دیوار کاخ از آنجا بگذرد اما در این میان پیرزنی هست که در خانه گلی و موقت زندگی می کند. و علیرغم که حاضر شدیم منزلش را به صد برابر قیمت واقعیاش از او خریداری کنیم باز راضی شود. چه باید کرد انوشیروان گفت از من نپرسید که چه باید کرد خودتان بروید و بنا به رسم عدالت و روح جوانمردی که همه ای ما ایرانیان داریم با او رفتار کسانی <سؤال> 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 که از ویرانهای کاخ کسرا یا ایوان مداین و لب دجله عراق دیدن کردهاند حتما دیوار اصلی کاخ را هم دیدن که در نقطه خاص به شکل عجیبی کج شده و پس از طی کردن مسیر اندک باز در خطی راست به جلو رفته است این نقطه از دیوار همان جایی است که خانه پیرزن تنها بود و بنای کاخ را به احترام حقی که داشت کش ساختن تا خانهش ویران نشود و تا روزی هم که زنده بود همسایه دیوار به دیوار پادشاه ما از آن زمان هزاران سال گذشته اما دیوار کچ کاخ کسرا باقی ماند تا یادآور آن پیرزن تنها و نماد روح جوانمردی مردمان ساسانی و نشانه عد و عدالت انوشی روان باشد.